گناه و اشتباه رو تجربه کردیم و همه ما در توبه و پوزش و تجربیاتی داریم که نتوانستیم با گناه و یا با اشتباهات خود کنار بیاییم، که دلیل آن چه بسا وجدان ناراحت و باورهای مذهبی ما و یا اینکه ترس و نگران از این بودیم که رسوا بشیم. شاعری اعلام میکنه: اگه میشه منو ببخش، پشیمونم خیلی زیاد، نمیدونم تو این روزا چه عذابی سرم میاد. گاهی هستش که ما نسبت به گناه بیشتر نگران هستیم که بعد از اینکه گناهی رو انجام دادیم چه بسا که در رنجی قرار بگیریم، و اینم نیز از روی تجربه یافتیم. و اینکه حقیقتاً خداوند هستش که ما رو ملزم میکنه نسبت به گناهی که میکنیم و یا اشتباهی، تا بتونیم توبه کنیم و پوزش بخوایم. مسلماً برای توجیهات گناه و اشتباهات دلایل خاص خودمون رو داریم، همچون نیازهامون، رفع مشکلاتمون، کشش‌های درونی، وسوسه‌های بیرونی که ما رو تحریک میکنه. هرچند در جبر خود را در گناه می‌بینیم، اما تصور این که حتی با ابزار گناه می‌توانیم به پیروزی‌ها و رفع مشکلات غالب آییم، فکر و احساس ما را آغشته از یک لذت خاصی می‌کنه که مجال فرار از گناه رو به ما نخواهد داد. و از این رو هست که می‌بینیم کلام خداوند نیز آشکارا در رومیان 3:23 اعلام می‌کنه: همه گناه کردن و از جلال خدا، یعنی از قدوسیت خدا غافل موندن، نتوانستن به اون هدف اصلی که خداوند در نظر داشت بزنن. و از این موقعیت نیز، موقعیتی که خداوند ایجاد کرد برای فرزندانشون، استفاده خوب بکنن. و گناه رو در هر موقعیتی هر کسی یک جوری نسبت باور خودش، مذهب خودش و یا اینکه برای استعمار کردن دیگران تعریف کرده. یک اندیشمند ایرانی میگه، صحبت از سالهای قبل میکنه، شاید صحبت از 50-60 سال قبل داره میکنه، میگه زمانی که تصمیم گرفتم از روستا بیام بیرون و برم تهران رو ببینم، کدخدای ده ما که خیلی هم متعصب بود و
باورهای مذهبی اسلامی داشت به من گفت مواظب باش نکنه بری تهران پپسی بخوری، چون پپسی بخوری گناه کردی. ما گفتیم باشه. وقتی رسیدیم تهران راستش تو دوستا خیابون که پیاده روی کردیم خیلی تشنه شدم، دیدم یه دستفروش یه ظرفی اونجا گذاشته یخ و آب توشه، توشم نوشابه هستش. گفت همین که رفتم گفت چی میخوای؟ گفتم تشنه. میگفت میخوای بدی پپسی بدم؟ گفت منم که انقدر تشنه بودم اینم دست کرد توی اون آب، تو اون گرمای شیشه قشنگ پپسی رو آورد بیرون، دیدم چقدر قشنگه. بعد گفت باز کنم؟ منم گفتم باز کن. گفت باز کردم، وای چه صدای قشنگی داره، ما تو روستای چنین چیز نخواهیم بسیم برف از اینقدر صدای قشنگ بده. گفت وقتی که خوردم دیدم چقدر خوشمزه است. بعد فهمیدم گناه هم قشنگه و هم خوشمزه است، هم صداش هم خوبه. و به هر حال برای گناه هر کسی به نوعی یک تعریف خاصی رو داشته. از این رو متاسفانه ما میبینیم در این مسیر شاید خوب نتوانستیم یاد بگیم. شاعری اعلام میکنه گر حکم شود که مست گیرند، رومیان 3:23 میگه همه گناه کردن، اینو میدونیم همه. گر حکم شود که مست گیرند، مستان چه بلند و پست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. یعنی دیگه رحمی به کسی نمیشه. پولس رسول نیز در نامه رومیان باب 7 داره سخنی رو میگه و صحبتش از این هست که میخواد شریعت خدا رو و فیض خدا رو به درستی تعریف کنه. شریعت خدا رو از دیدگاهی که تجربه کرده بوده، کاملا چشیده بوده، اعلام میکنه. شریعت هر چند خوب هست اما دلیل نمایش گناه من هست. چرا تا قبل از این که من نمیدانم اگر چراغ قرمز رو رد کردم من اشتباه کردم، گویا که وجدانم من اشتباهی نکردم، ولی زمانی که آگاه میشم همون قانون بر علیه من هست. و پولس رسول داره این رو اعلام میکنه تا فیض خدا رو نمایان کنه که خواننده متوجه فیض او بشه. اما به نوعی یه جنگ درونی رو داره اعلام میکنه که از برادر عزیزم بهرو جان میخوام لطف کنم رومیان باب 7 رو از آیه 18 به بعد تفسیریشو ممنون میشم بشنویم. تفسیریش توضیح خاص خودشو داره، پس بنابراین من کمتر دربارش صحبت خواهم کرد. اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. اینا پولس رسول داره میگه عزیزان. خیلی از مفسرین بر این باور هستن که آنچه را که پولس رسول داره میگه نسبت به گذشتش داره میگه، که اهل شریعت بود و به توسط شریعت هرچند خوب اما توانایی و قدرت این رو نداشت که بیگناه زندگی کنه. عده‌ای هم هستن که بر این باورن خیر، اتفاقا در زمان خودش داره میگه، چرا که میتونه زمان خودش نیست، مانند ما ایمانداران که میدونیم هر آن امکان داره وسوسه بشیم در این وسوسه قرار بگیریم. و عیسی مسیح در انجیل متا 18:7 میگه وسوسه همیشه وجود داره، همیشه وجود داره. و در متا 26:41 نیز ما میشنویم که عیسی مسیح آگاهی رو میده به شاگردان، میگه بیدار باشید، مانند شما که کلیسا میاد، مانند شما که هر روز وقت میدید به خدا، من کلام خدا رو میخونید، مانند شما عزیزان که براتون مهم هست که چگونه زندگی کنید تا مقدس باشید، میگه بیدار باشید و دعا کنید تا دوچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان و نمیتواند این قدرت رو به ما بده. شاعری اعلام میکنه آن روز که به دنبال تو راه افتادم، از ترس گناه در گناه افتادم. میگه من با توجه به این که به فکر این بودم گناه نکنم اما توی گناه هم نیست قرار گرفتم، میگه آن روز که دنبال
تو راه افتادم از ترس گناه در گناه افتادم. من یوسف بی برادری بودم که با دست خودم درون چاه افتادم. یوسف می توانست بگه که من و برادرها توی چاه انداختن. معمولا وقتی که یک کسی توی مشکل و توی موضوعی قرار میگیره میاد اون اشتباه و اون گناهشو گردن یه نفر دیگه میگه من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم، تمام مشکلات و سختی های من به خاطر پدرم بود. پدر من پر از خشم بود، هیچ موقع من رو نمیدید، من رو اذیت میکرد، من رو از نظر روانی آسیب کدم به خاطر اینکه چهار تا موضوع در رابطه با شخصیت شناسی و روان شناسی روی اینستاگرام و روی فیسبوک دیده، حالا همه رو گردنم بزن. نه رفیق من، شریک من بود. اما اینجا شاعر داره اعلام کنه که حتی برادری نبود ولی من خودم گفتم. پس ذات درون ما سپاسگزارم. درون ما در جایگاهی هست که ما حتما گناه خواهیم کرد، حتما اشتباه خواهیم کرد. من با این دوباره از اول بگم. و نمیتونیم مانع اون اشتباه و گناه خودمون بشیم. بشنویم لطفا. سپاسگزارم. میگه میخواهم خوب باشم اما نمیتونم. ما شما ها میخواید خوب باشید کاملا؟ فکر میکنید میتونید؟ نه. این همون نقطه ضعف، پولس رسول هم این نقطه ضعف رو داشت. نه اینکه داله بر این بشه که ما به هیچ وجه در این مسیر تلاش نکنیم. بله؟ میخواهم کار درست و خوب انجام دهم اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم اما بی اختیار گناه می کنم. پس اگر کاری را انجام می دهم که نمی خواهم، واضح است که اشکال در کجاست. گناه هنوز مرا در چنگال خود اسیر نگاه داشته است. یعنی نقطه ضعفی است که در وجود من هست. ما این ضعف رو داریم. ما نمیتونیم انتقاد بکنیم نسبت به این که من گناه می کنم. ما باید یاد بگیریم چگونه بتونیم قوی بشیم و مقاومت کنیم در گناه. بله؟ به نظر می رسد که در زندگی این یک واقعیت است که هرگاه می خواهیم کار نیک انجام دهیم بی اختیار کار بد از ما سر می زند. البته طبیعت تازه‌ام مایل است خواست خدا را انجام دهد. اون طبیعت تازه که ما بعد از ایمانمون داریم، تولد تازه هستش که به توسط روح القدس دریافت کردیم. اون ما رو ملزم میکنه، اون مدام داره به ما میگه، به ما گوشزد میکنه. دیگه اونجا پیشنهاد نیست، کلام خدا پیشنهاده. اما روح القدس به ما پیشنهاد نمیده. روح القدس داره به ما میگه این کار اگر بکنی گناهه، این کار رو بکنی کار درسته. از این رو مسیح اعلام میکنه، میگه میتونید به پدر و به من شما گناه کنید اما روح القدس رو نمیتونید، چون روح القدس داره قاطع به تو میگه و قابل درکم هست اما من تصمیم میگیرم انجام ندم. و اونجا هستش که گناه ما بخشیده نمیشه. بله؟ اما چیزی در عمق وجودم، در طبیعت نفسانی من هست که با فکرم در جنگ و جدال میباشد و در این مبارزه پیروز میشود. این روح بد نیست، این دیو نیست، هوشیار باشیم. این روان آسیب خورده من هست که هنوز با من هست. من بعد از ایمان به مسیح روحم بخشیده میشه و شفا میگیره اما روان من باید تراپی بشه در حضور خداوند. از این رو کلام خدا ما رو تشویق میکنه، مدام از روح القدس پر شو، مدام از قوت او پر شو. فقط کلام نه، فقط کلام یعنی یه باله پرنده کار میکنه با روح القدس. یوشع 1:8، اعمال رسولان 1:8، تا بتونیم
بالای مشکلات و سختی ها پرواز کنیم. بله؟ و مرا برده گناه می سازد، گناهی که هنوز در درون من وجود دارد. در فکرم اراده می کنم که خدمتگزار از جان گذشته خدا باشم، اما می بینم که هنوز اسیر گناه هستم. و ناراحت از این که اسیره، احساس خوبی نخواهد داشت. و همه ما این تجربه رو داشتیم. باز شاعر میگه شبهای دراز بی عبادت چه کنم، طبعم به گناه کرده عادت. چه کنم؟ اون روان ما هست، آسیب هایی که بود، و باید به داد اون روانمون برسیم. آقا دیبه تو شما نیست، این تعلیمات تعلیمات درستی نیست. کار مسیح رو روی صلیب ناقص نکنیم. مسیح روی صلیب گفت تمام شد. کسی که مسیح ایمان می آورد دیو نداره، باید به دنبال شفای روان خودش باشه. همان گونه که ما نجات پیدا می کنیم، روح ما شفا می گیره، اما جسم ما می تونه مریض باشه. من زمانی که مسیح ایمان آوردم قسمتی از بدن من درد می کرد، واقعا هم دکترها نمی دونستن چیه. 3 ماه بعد از ایمانم با دعا خداوند منو شفا داد. من نمی تونم بگم اون دیو توی بدن منه باعث درد من میشه. کلام خدا میگه آن روحی که در ما هست قوی تر از روحی هست که در بیرون هست. پس هوشیار باشیم. حتما پیش میاد، استثنا رو کار نداریم. ایمانداری که متاسفانه با گناه سازش میکنه و زندگیش کاملا توی گناه هست، بله میتونه دیو بر اونم تاثیر بذاره. ولی با شما ایماندارانی که به کلیسای مسیح میاد، با خداوند دارید راه میرید، آقا دیوه با شما هیچ کاری نمیتونه داشته باشه. بله؟ پس اعلام میکنه، بذار من شرم بخونم. میگه شبهای دراز بی عبادت چه کنم، طبعم به گناه کرده عادت چه کنم. گویند کریم است و گناه میبخشد، گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم. حتی میری در حضور خدا برای 10 بار 50 بار دوباره همون گناه هم میگه حالا این یه جنگه. پولس داره میگه یه جنگه، داره منو اذیت میکنه، چه کار باید بکنیم؟ بله، پس میبینین که من در چه حالی هستم. طبیعت جدید من به من امر میکند که اعمالم پاک و خوب باشد، اما آن طبیعت کهنه که هنوز در من است به سوی گناه کشیده میشود. وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شده. واو، چه درد دلی داره میکنه با کلیسا. اینو پولس رسول داره میگه، کسی که بیشترین نامه های عهد جدید متعلق به اون هست. عزیزان بله، چه کسی میتواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ خدا را شکر این کار را خداوند عیسی مسیح انجام میده. آمین آمین آمین. اما چگونه؟ چگونه با تمام این ضعف و با تمام این ترس از گناه ما ایمانداران باید عمل کنیم تا بتوانیم در مسیر بیگناه تر شدن پیش بریم؟ در کتاب لاویان 19:1-2 اعلام میکنه خداوند موسی را خطاب کرده گفت تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو مقدس باشید. این کلیت رمز پیروزی ماست. مقدس باشید، پاک باشید، پارسا باشید، دور از گناه باشید. میدونیم گناه چیه تو زندگی ما، هر کدوممون به خوبی میدونیم، به خوبی میدونیم، لزومی نداره زیاد بشنویم. ما فقط باید یاد بگیریم چگونه گناه نکنیم. زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم. قدوس هستم یعنی پاک هستم، یعنی دور از هر عیب، غیبت، دروغ و گناهان هستم و هر خطایی هستم، یعنی کامل در نیکویی ها و اوج برترین صفات و توانایی های شناخته شده در حکمت، در سازندگی، در مقاومت، در خلاقیت، جلال، محبت، رحمت، زیبایی، وفاداری، ادراک، هدفمندی، صبر، خوشی، آرامش، سلامتی، که البته این همه چیزهایی که هست رو تازه ما شناختیم. آسمان که بریم بیشتر از صفات عالیه خداوند در قدوسیتش خواهیم شناخت.
که او اونجا به ما مطابق فیضش بر ما آشکار خواهد کرد. اما مبحث مقدس بودن ما مربوط به همین زمین می باشه که در حال حاضر در آن هستیم و ما رو گرفتار کرده. نویسنده مزمور 25 آیه 4 الی 8 درباره مقدس بودن ما که چگونه مقدس بشیم این گونه اعلام میکنه. حتما داره درباره خودش صحبت میکنه. خودش هم در تفکر این هست که این خدای قدوس که میخواد ما مقدس باشیم چگونه ما باید در این مسیر مقدس باشیم. اعلام میکنه: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز. در اصل میگه قدوسیت خودت رو به برای من تشریح کن. چرا عرض میکنم؟ وقتی که میام در حضور خداوند، چه توی خونت، چه اینجا، چه هر مکان دیگه در پرستش، یاد بگیریم کاملا به خوبی تمرکز کنیم به در حضور خداوند. میگه ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را، یعنی همون قدوسیت را، به من تعلیم ده. اولین قدم همین کاری که ما اینجا میکنیم، از کلام خداوند تعلیم میگیریم. خیلی از ایمانداران هستن تصور میکنن بعد از اینکه تعمید گرفتن و رفتن و خیلیاشون هم فکر میکنن اقامت که گرفتن علامت این هستش که دیگه به مسیح ایمان آوردن، تموم شد. با اقامتشون شاید عزیزان بتونن سیتیزن آمریکا و اروپا و هر کشوری بشن. سیتیزن آسمان باید تقدیس بشیم، باید تعلیم بگیریم عزیزان. طریق خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان تو اون مسیر قدوسیت و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بودم. ای خداوند، احسانات و رحمت‌های خود را به یاد آور. باز نیکویی‌های خودش هست. یکی از صفات عالی خداوند در قدوسیتش نیکویی او هست. و رحمت‌های خود را به یاد آور، چون که آنها از ازل بودند. خطایای جوانی و عصیانم را به یاد نیاور. و خودش اعلام میکنه در کلام خداوند، اعلام میکنه در کتاب اشعیا 25 43 و همچنین عبرانیان 10 17 که زمان توبه، به طور خاص وقتی ما به مسیح ایمان میآوریم و توبه میکنیم، میگه من گناهان شما رو به یاد نمیآورم. نه که فراموش کنه، خیر، میگه به یاد نمیآورم. و ادامه میده: خداوند به رحمت خود به خاطر نیکویی خیش مرا یاد کن. یعنی به خاطر اون قدوسیتت، تو اون جایگاه قدوسیت که تو هستی. خداوند نیکو و عادل هست، یعنی قدوس، حالا مشتاق منم هست. عدالت گفتیم چیست؟ رابطه درست من با خدا، رابطه درست خدا با من هست دیگه. پس بنابراین اگر من مشتاق خدا هستم، این رو بدونم مخاطب من که خداست، خدا بیشتر از من به من مشتاقه. من اینو درک کنم، خدا منتظر من هستش. همون پدری که پسر گمشده ای رو داشت، میره میگه پدر منتظر او بود. وقتی که اومد او به آغوش او رفت، او دوید دنبال او. وقتی که شما میرید در حضور خدا، اینو بدونید خدای قدوس برای شما میدوه. خودتو سرزنش نکن، خدا عاشق توه، خدا تو رو دوست داره. و نویسنده این رو کاملا داره درک میکنه و اعلام میکنه: خداوند نیکو و عادل است. پس به گناهکاران طریق، به گناهکاران طریق را خواهد آموخت. طریقی که چگونه بتونن مقدس باشن. شاعری باز اعلام میکنه: آن روز که به دنبال تو راه افتادم، از ترس گناه در گناه افتادم. البته اینو من خوندم، ببخشید. اعلام میکنه: تو را یا رب به این قلب شکسته و زندوهی که در قلبم نشسته. برای غم و اندوه و یا نیازت میری به حضور خدا. تو را خوانم به رسم عشق بازی. برای چی میریم در حضور خدا؟ اگه فقط برای نیاز به حاجتمون میریم، نمیتونم تمرکز درست روی خدای قدوس کنم. اگه حقیقتا برای خودش میرم،
اونجا هستش که رابطه عشق ایجاد میشه. و همون اتفاقی که برای موسی پیش اومد، همون اتفاقی که برای یوشع پیش اومد، همون اتفاقی که برای مردان خدا و زنان ایمان در کتاب مقدس در ملاقات با خدا پیش اومد، برای من و شما پیش میاد و اون کمک ما خواهد کرد که ما تقدیس بشیم. و اون موقع میبینیم خدا رو شکر برای موعظه ها، خدا رو شکر برای پرستش ها، خدا رو شکر برای ادبیات مسیحی. اما آنچه را که باعث تبدیل من میشه، ملاقات هر روزه من با خدا خواهد بود. تو را یا رب به این قلب شکسته و از اندوهی که در قلبم نشسته، تو را خوانم به رسم عشق بازی، به فریادم برس. یارم تو هستی و تو هستی که قوت من خواهی بود و من را یاری خواهی کرد. دیگه اونجا با خدا من بیزینس نمی کنم، از روش‌های انسانی استفاده نمی‌کنم. فکر نمی‌کنم باید روی زمین چند کیلومتر بخزم یا از ایران تا مکه و کربلا پیاده برم، تا فلان امامزاده پیاده برم، هزار دفعه صلوات بفرستم، ورد بخونم تا خدا عاشق من باشه، تا خدا گناه منو ببخشه، گاو و گوسفند بکشم تا خدا عاشق من باشه و من رو ببخشه. خدا عاشق من هست. درک میکنم خدا منو دوست داره. از طریقهای انسانی و مذهبی خودم رو به خدا وصل نمیکنم، به طریق خود مسیح من به خدا وصل خواهم شد، طریقی که ازش میاموزم در حضورش، نه به طریق دیگه. ما شاید طریقامون تو این دنیا به درد بخوره، برای اینکه شماها صلح کنید با دوستانتون، حتی با همسرتون، اما این طریقها رابطه شما و خدا نخواهد بود. هوشیار باشید، اون چیزی که روی زمین تجربه میکنیم توی رابطه همون هرگز اینو نمیتونیم با خدا به کار بگیریم. زن و شوهری که بعد از مدت ها زندگی از هم جدا میشن و طلاق میگیرن، همون شب اول مرد وقتی میره توی خونه میبینه چقدر تنهاست و یک کمی فکر میکنه و میبینه وجودش پر از غم و اندوه شد، زنگ میزنه به زنش و میگه من اشتباه کردم، من واقعا پشیمونم از اینکه تو رو طلاق دادم، اگه میشه دوباره برگرد. زنم میگه ببین یه لیوان اونجا هستش. میگه آره، یه لیوان آب خوردن. میگه اینو بنداز محکم زن. میگه باش، اونا میندازه محکم زن. میگه هر زمانی که تونستی تیکه تیکه این لیوان شکسته رو به هم بچسبونی، من و تو هم به هم میچسبیم. میگه آخه این لیوان استیل بود، اصلا خورد نشد. من زنم میگه دست تو الان بلند میشم میام. ما با این طریقا به حضور خدا نمیتونیم. طریقت رو بذار در قدوسیت خدا کاملا آشکار بشه. همه ما به خوبی امروز برامون آشکار هست مطابق کلام خداوند که شریعت خدا که به ما داده شده سعی در تعلیمی بوده که انسان رو به خدا برسونه، اما در این شریعت نیز ما غافل بودیم. قوم اسرائیل نتوانست با شریعت کاملا به خدا برسه، اما مطابق 300 پیشگویی که در عهد عتیق 39 کتاب عهد عتیق هست و اینکه همه آگاه هستیم 2000 سال پیش عیسی مسیح بهر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و همه ما با این آیه آشنا هستیم، انجیل یوحنا 3:16. یه نفر بلند بخونه. آمین 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 آمین. ما این رو به خوبی میدونیم و ایمان داریم که در حضور خدا بیگناه شدیم. مشکل ما اینجاست چگونه این بیگناهی رو بتونیم داشته باشیم. در دوم قرنتیان 5:21 اعلام میکنه زیرا او را که گناه نشناخت، یعنی گناه نکرد، در راه ما گناه ساخت، یعنی گناهکار محسوب شد، تا ما در وی عدالت خدا شویم، یعنی ما نزدیک بشیم، ما به توسط مسیح نزدیک این خدای قدوس بشیم، ما به توسط مسیح مقدس بشیم و همه ما این احساس گناه بودن رو داشتیم. کجا؟ موقعی گناه میکردیم، موقعی که دروغ میگفتیم، موقعی که غیبت میکردیم، موقعی که یکی داشتیم فریب میدادیم و و و و چون اگه اون موقع بود که هرگز گناه نمیکردیم. ما وقتی وارد کلیسا شدیم همه ما یه تجربیاتی داریم. ما
وارد کلیسا شدی در زمان پرستش، دیدی روح القدس داره تو رو ملزم میکنه، شاید اصلا نمیرسون با روح القدسه، همون موقع متوجه شدی چقدر گناهکاری. چرا؟ چون تو اون لحظه با خدای قدوس که پر از نوره آشنا شدی و لکه ها و تاریکی های خودتو دیدی. شما دیدید وقتی وارد سینما میشید نوری که روی پرده سینما میافته اون پرزا چقدر قشنگ مشخص است، اما موقعی که لامپا روشنه شما پرزا رو نمیبینید. شما من و شما در حضور خدا در زمان پرستش، چه بسا در زمان موعظه، چه بسا در زمان دعا، حتی توی خلوتگاهت وقتی که با خدا بودی، روح القدس تو رو ملزم کرده و چه احساس زیبایی. همه ما این احساس زیبایی، این که زمانی که متوجه شدیم گناهکار هستیم و توانستیم توبه کنیم رو داریم، چون پذیرفتیم خدای ما خدای نیکوست و میل به بخشیدن من داره و حتما رحمت شامل من خواهد شد تا فارغ از گناه شده و پس از این بتونم این ملاقات با خدا رو مدام داشته باشم، تا فارغ از هر تعلیمی که در گذشته یافتم. من زمانی که مسیح ایمان آوردم تمام تعالیمی که در اسلام میدانستم و آگاه بودم دیگه تموم شد، اصلا اونها برای من مسخره شد، اون تعالیم خیلی چیزای بیخودی شد، چون خدای قدوس رو دیدم. اگر شما هنوز سوالاتی دارید نسبت به کلام خداوند، حتی بعد از تعمیدتون حتما سوال کنید، من و معلمین در خدمت شما هستیم. اما این رو بدونید اگر میخواید سوالات شما جواب داده بشه، به خدا وقت بده، به قدوسیت خدا وقت بده، که اونجا هستش که نه تجربه و نه صدایی و نه فرهنگی و نه مذهبی مانع خواهد شد که من توبه کنم، بلکه ایمان دارم که خداوند با لمسی که از من به عمل آورده مطابق فیضش من رو در مسیر نجات خودش قرار داده و سخت نگرفت برای ما، سخت نگرفت. اگر قرار بود سخت بگیره ما تو همون مذهب خودمون میمون، با ریاضت به خدا نزدیک میشدیم. همون گونه که حافظ میگه هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. و نویسنده اعلام میکنه ملاقات با خدای قدوس اولین قدم مقدسی هست که ما میتونیم برداریم. خیلی سخت است. باید یاد بگیریم که چگونه عمل کنیم. شارینیز اعلام میکنه روح قدوس تو را من یافتم، راز رمز عشق را من یافتم، روح قدوس تو جانم تازه کرد، تازه من هویتم را یافتم، روح قدوس تو جانم تازه کرد، تازه من هویتم را یافتم، روح قدوس تو روح عاشقی است، فقط به من مربوط نمیشه، این عشق رو من به دیگرانم میتونم بدم، دیگران هم میتونم از اون محبتی که گرفتم پر از محبتشون کنم. روح قدوس تو روح عاشقی است، روح حکمت، روح فرزند خواندگی است، روح قوت از پدر نی، روح ترس. روح ترس بر ما نیست، اونجایی که ما میترسیم هرگز از طرف خداوند نیست. روح قوت از پدر نی، روح ترس، روح تکمیل برای عاشقی است، برای اینکه منو بیشتر در مسیر عشق و محبت قرار بده. و این برکت ملاقات با خدا اولین قدم شناخت ما خواهد شد، اولین قدم تجربه ما خواهد بود و اولین قدم برای تمرین هست. اگر موسی در حضور خداوند رفت و او رو ملاقات کرد و لذت برد از اون ملاقات، او رو ادامه داد، فقط برای یک بار نبود. و عیسی مسیح نیز به شاگردان همین رو میآموخت، زمانی که با اونها بود فرصتی میگرفت تا خودش بره در حضور خدای پدر و این رو به اونها بیاموزه، تا با نیکویی های خدا ما در حضور او پی ببریم که چگونه میتونیم توبه کنیم و یا شفا بگیریم و برکت یابیم، تعلیم بگیریم و حتی خدمت کنیم. خیلی مقاصد من به عزیزان میگم خیلی دوست دارم شما اینجا خدمتی انجام بدید، اما اول برو دعا کن. توی پرانتز میخوام از شما عزیزان هر کدومتون که براتون امکان پذیر هست
لطفاً یه دست همکاری بدر رو بدید، یه دست همکاری بدید، خواهشم این است. اگر میتونید ساعت 12:30 اینجا باشید، بیشتر دوست دارم در بین شما عزیزان برادری باشه، و اگر براتون مقدور نیست ساعت 1 میاید، لطفاً بمونید پیش برادر روبن. هفته گذشته برادر روبن دست تنها بوده و داشته جمع جو میکرده. خب قبلا ما عزیزانی گفته بودیم متاسفانه تو اون خدمت نایستادن اینها، و داشته جمع میکرده و متوجه نمیشه وقتی اینجا رد میشه میخوره به این و میخوره زمین، سینش همه اینا، دندش زخمی میشه، پاهاش زخم میشه، و من فکر میکنم خدا رو خوش نمیاد. خواهش میکنم برای این موضوع دعا کنید. اگر برای شما مقدوره از همین امروز لطفا جلسه که تموم میشه کنار این مرد خدا بایستید، بایستید و برادرمون رو در از کلیسای مسیح رو خدمت کنیم. وقتی ما با ملاقات خوب با خدا داریم، خدا به ما یاد میده که ما باید چه کار کنیم. به هر حال تو این کلیسا همه ما سهمی داریم برای خدمت کردن. نویسنده مزمور 34:8-9 که همه ما با اون آگاه هستیم نسبت به اینکه چگونه بتوانیم به این خدای قدوس نزدیک بشیم، اینگونه اعلام میکنه: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال شخصی که بدو توکل میدارد. نه اینکه فقط لفظی بگیم ما به خدا توکل میکنیم، یا برفرض توکل کردن به خدا رو ما فقط و فقط یک بیخیالی بدونیم و بیتفاوتی بدونیم، بلکه من کاملا درک درست دارم که میخوام ملاقات مدام با خدای قدوس داشته باشم. توکل به خدا یعنی مدام با خداوند ملاقات کردم. و اعلام میکنه: ای مقدسان خداوند از ای مقدسان خود ای مقدسان از ای مقدسان از او بترسید، یعنی خدا رو بشناسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شاید تصور کنیم این آیات برای کسایی هست بیشتر که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن و اونها بیشتر باید این آیات رو بخونن، و ما که امروز به مسیح ایمان آوردیم دیگه لزومی نداره که ما با خدا همش ملاقات کنیم. خیر، اتفاقا ما که مسیح ایمان آوردیم عهد بستیم. زمان تعمید من از شماها سوال کردم، هر کسی که من تعمیدش دادم قبل از تعمید اینجا سوال کنم، شما با خدا عهد بستید، با من عهد نبستید، که باید مقدس باشیم. بدونیم در برابر ما خدای قدوسه. مقدس هم دروغ نمیگم، مقدس هم غیبت نمی کنم، مقدس هم کلیسای مسیح رو و رویای مسیح رو رها نمی کنم، مقدس هستم و هوشیار هستم زندگی پاکی در موقعیت زندگیم داشته باشم و ادامه خواهم داد. خسته نمیشم، فقط به یه تعمید تمامش نمی کنم، به یه کلیسا تمامش نمی کنم، از کلیسا رفتم بیرون دیگه بیزینسه. بعد از اون من نمیتونم توی بیزینس بخوام بر فرض مثال یک جایگاهی بیستم که بگم اونجا دیگه به من گفتن باید دروغ بگم. خیر، این توجیهات انسانی ماست. اگر میخوایم مدام تقدیس شده و مقدس باشیم، باید مدام با خدای قدوس ملاقات داشته باشیم. حتی محل کارت ملاقات من و شما باید با خدای قدوس باشه. شاعر نیز اعلام میکنه: هر که در عشق سر از قله برارد هنر است، هر که در عشق سر از قله برارد هنر است، همه تا دامنه کوه تحمل دارم. همه میتونن بیان اینجا یه تعمید بگیرن. مگه نیومدن خیلی ها اینجا؟ خیلی آمدن همینجا اعلام وفاداری به کلیسای مسیح که هم به من کردن. بعد از اون ما تا آخرش کنار تو ایستادیم. بابا کنار خدا بیست، کنار مسیح بیست، تو کنار من نمیتونی بیستی. به مسیح هم قول داد پتروس، گفت ببین از این خالی بندی ها نکن. میگه میشناسم شما رو، خالی بندی نکن. به رضا شام قول دادن، به محمد رضا شام قول دادن، الان به آقای رضا پهلوی هم قول میدن. نمیدونیم تا چقدر میستن براش. یه روز میگن خوبه، یه روز میگن بده. چرا؟ اگر کسی رو به عنوان رهبر و لیدر انتخاب میکنیم، باید بایستیم تا آخر کنار اون شخص. اما متاسفانه این گونه نمیکنیم. باز اینو ربطش میدم به اینکه چون خدای قدوس رو همیشگی در ملاقات خودمون در نظر نداریم.
ما خداوند رو میخواییم ملاقات کنیم تا مبادا فراموش کنیم قدوسیت او رو. ما او رو ملاقات میکنیم تا مبادا فراموش کنیم که باید هر روز تقدیس بشیم. ما میباید خداوند رو ملاقات کنیم تا نیکویی ها و رحمت او رو به یاد داشته باشیم. اگر یه موقع اشتباه و گناه کردیم، نکنه آقا دیبه که بیرون از ماست میگه تو به درد کلیسا نمیخوری. خیلی از عزیزان هستن زنگ میزنم میگم برادر چرا نمیاید الان، الان ماهاست شما کلیسا نمیاد. میگه برادر من واقعا الان توی گناهی هستم، میخوام هر موقع پاک شدم بیام. چرا این چیزی نمیشه؟ بیا تو کلیسا خداوند تو دوباره ملاقات کن، اون پر از رحمته، اون نیکویی، اون عاشق تو هست. بیا اون رو ملاقات کن و اون قدرت تبدیل رو به تو خواهد داد که دیگه گناه نکنیم. ما خداوند رو ملاقات میکنیم که مبادا فراموش کنیم که در طول تمام ایاممون خداوند با ماست و ما باید به اون نزدیک بشیم. ما اون رو ملاقات میکنیم تا مبادا فراموش کنیم باید به خدا احترام بذاریم، به خادمش احترام بذاریم، به کلیساش احترام بذاریم و در وفاداری بمونیم. بریم با هم دیگه کتاب اشعیا باب 6 از 1 الی 13 رو داشته باشیم. عزیزان همه بروشور دارید؟ اونا که بروشور ندارن دستا بره بالا. ممنون. یه خود بالاتر بره. آه آه به به. یه دست برای خودتون بزنید خواب بیدار شید. یه دست برای من بزنید خواب بیدار شم. جلال از آن خداست. خب. میخوایم بریم نبی رو در از بشنویم ازش که این شخص یکی از انبیای بزرگ کتاب مقدس هست. همسرش یک نبی است، همسرش هم نبی بود، فرزندانش هم خادم خدا بودن. 60 سال خداوند و قوم خدا رو خدمت کرده و در برابر تمام مؤاخذه ها و بدگویی ها و مخالفت های قوم اسرائیل ایستاد که به اونها این درک رو بده بت نپرستید، الله خدا نیست، امامزاده ها رو نرید بالای سرشون، اینها بت هستن، و اعلام کنه که اونهایی که چنین تعلیمات اشتباهی رو دارن میدن از طرف شیطانن و نهیب بزنه. و ما امروز میگیم سرنگون باد، ما میگیم سرنگون همون نهیب زدن هستش. و اشعیا اونجا ایستاده بود، اما داره یک تحول بسیار زیبایی میشه که این تحول رو همه ما باید هر روز داشته باشیم. لطفا بفرمایید. در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و صرافین بالای آن ایستاده بودند. صرافی منظورش فرشتگانه. قوم یهود معمولا از این کلمه توی واژه فارسی به چنین چیزی نداریم ما، یعنی در اصل به نوع یاران خدا، فرشتگان خدا داره اعلام میکنه. بله، که هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را میپوشانی و با 2 پاهای خود را میپوشانی. که همه اینها ساین و علامت قدوسیت خداست که فرشتگان در برابر خدا چگونه عمل میکنن. تعاریف بعدی هم داره که چون وقت نیست نمیتونم الان درباره زیاد صحبت کنم، اما اون فضا فضایی هست که احترام خاصی به حضور خدای قدوس هست، همون احترامی که شما امروز دارید وقتی به کلیسا میایید تلفناتونو میبندید. این احترامه، صحبت نمیکنید، این احترامه، به زمان مشخص وارد کلیسا میشید، این احترامه، هوشیار هستید عملی و کاری انجام ندید که کلیسای مسیح لکه‌دار بشه، این احترام به خداست عزیزان. بله، و با 2 پرواز مینمود و یکی دیگری را صدا زده میگفت قدوس 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. یعنی پر از جلال خداست عزیزان، جلال خدا اینجا هست. کلام خدا هم میگه هرگاه 2 یا 3 نفر در نام من یک جا جمع میشن حضور من اونجاست. حضور خدا که اونجاست جلال خدا هست یا نه؟ آمین که هستش.
جلال خدا اینجاست عزیزان. حتما نباید یک کلیسای 50,000 نفری 100,000 نفری باشیم. حتما با فیض خدا چنین کلیسایی ما در ایران خواهیم داشت. ایمان دارم ایرانی هایی که منتظر ما هستن توی ایران حقیقتاً چنین رویاهایی دارن. اکثرا از ایران به من زنگ میزنن میگن برادر رسول ما تو رویا میبینیم. من خودمو نمیخوام بگم، کشیشانی که دارن موعظه میکنن و جمعیت هایی که بیش از 100,000 نفر دارن گوش میکنن، گروه های پرستش، عزیزانی که ما که در پرستش هستن آماده باید بشن برای ایران. من نمیدونم چرا شعار نمیدن سرنگون با جمهوری اسلامی. من نمیدونم چرا درباره ایران صحبت نمیکنن. من نمیدونم واعظین و کشیش هایی که فراموش کردن برای ایران اومدن اینجا، مطابق ارمیا 49 اومدن اینجا یاد بگیریم. ما هنوز خدمت نمی کنیم. ما اینجا در جفا نیستیم. هیچ کشیشی اینجا در جفا نیست. جفایی نیستش که کلیسا نصف بشه. جفایی نیستش که غیبت کشیشو میکنن، به کشیش دوز میگن. اینها جفا نیست. جفا این هست که من برم ایران و در اون سرزمینی که حتی بعد از این رژیمم افراد فالانج و متعصب خواهند بود که در برابر من بایستن، اما در نام عیسی مسیح من تو قم کلیسا بنا میکنم، توی شهراب کلیسا بنا میکنم با فیض خداوند. اونجا جفا میاد، اونجا سختی ها میاد، اینجا اینها نیست هنوز عزیزان. گروه های پرستش باید برای ایران آمده بشن. باید همه با هم یک دل بشیم برای سرنگونی این نظامی که نه از طرف خداست، هرگز از طرف خدا نیست. خدای ما خدای محبت، خدای قدوسه. هرگز اجازه این همه ظلم و ستم رو نخواهد داد. هرچند ما به خاطر نوع خدمتمون اینک توی حملات هستیم، اما هنوز جفایی شروع نشده. حملات ما این هستش که افرادی هستن زنگ میزنن به خادمین ما، به اعضای کلیسای ما، میگن برای چی تو اون کلیسا هستی؟ بیاید این کلیسا که کشیشش سیاسیه. ارسطو میگه همه انسان‌ها سیاسی هستن. ما تو تمام امور زندگیمون سیاسی فکر میکنیم، بعد اونجا که باید سیاسی باشیم سیاسی نمیخوایم باشیم. خیلی جالبه، یادمون رفته که ما برای چی اومدیم بیرون هستن هممون. اگه شما به خاطر اینکه نظام اسلامی خوب جایی نبوده اومدی سیاسی هستی، تو سیاسی فکر نمیکنی. من سیاسی فکر نمیکنم، جمهوری اسلامی ما رو سیاسی فکر میکنه. چون میگه کسی که از دین اسلام بیاد بیرون مرتده و خونش مباهه باید کشته بشه. از دیدگاه اونا ما سیاسی هستیم. حالا چرا ما خودمون رو سیاسی نمیدونیم؟ یک سوال بزرگیه. حتما نباید به اندازه رهبران اپوزیسیون ما آگاهی نسبت به سیاست داشته باشیم، اما همون اندکی که به شما اجازه میده رأی بدی یا رأی ندی تو سیاسی هستی، منم سیاسی هستم. بله؟ پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم. وقتی که در حضور خدا رفت، وقتی که خدا رو ملاقات کرد، متوجه این شد اشعیا که گناهکاره. وقتی در حضور خدا میریم متوجه میشیم نه تنها گناه رو، بلکه نوع گناه و چگونه مقاومت کردن درباره گناه رو ما خواهیم آموخت. اشعیا نبی بود عزیزان. من هرگز هرگز نمیتونم تصور بکنم چون کشیش هستم پس شاید من گناه کم میکنم. خیر، کی میتونه بگه؟ چه بسا من از شما بیشتر گناه میکنم. باید برم در حضور خدا، باید زانو بزنم و خداوند به من نشون بده گناه من رو، اوت منو تعلیم بده. و تا زمانی که ما خدا رو ملاقات نکنیم، چه بسا در اون گناهان هر روزمون داریم زندگی میکنیم و دلخوش چهار تا موعظه و دست زدن و بهبه و چهچه و اینها میشیم. مواظب باشیم، هوشیار باشیم، اینها ما رو تبدیل نمیکنه. خدای خودت رو، خدای قدوس رو هر روز ملاقات کن، هر روز ملاقات کن. بله. و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده. حتی ایراد قوم خودشم دید. داره اعتراف میکنه، اعترافی که ما میکنیم، ما نیز اعلام میکنیم خداوند ما گناه کردیم، ما الله پرستی کردیم، ما بت پرستی کردیم، ما امامزاده پرستی کردیم. تو ما رو بخشیدی و نیز رحمت تو بر ملت ما باشه که هنوزم الله پرستی میکنن، نمیدانن خداوندا. حقیقت خودت رو بر اونها آشکار کن، همون گونه که تک تک ما رو ملاقات کردی و در این ملاقات این حقیقت برای ما باز شد.
ملت ما رو ملاقات کن خداوندا، تا اونها نیز این حقیقت بر اونها آشکار شه. بله. آنگاه یکی از صرافین نزد پدر پرید، نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت. آمین. و آن را بر دهانم گذارده گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. امروز روح القدس رو داریم و روح القدس این آتشی هستش که قادره، میخواد و میتونه گناه ما رو برداره. اون کشش هایی که دلیل گناه ما میشه اون رو میخواد پاک کنه از زندگیمون. پس لازم داریم بعد از موعظه، بعد از کلام، بعد از دعا تمرکز عمیق در حضور خدا داشته باشیم، همچون اشعیا. بله. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که میگفت که را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. وقتی که ما خدا را ملاقات میکنیم، کشش رسول اینقدر اینجا نباید بگه یک نفر کنار روبن باشه. روبن تنهاست. روبن جان یک دوره خیلی سخت مریضی رو طی کرده و من اگر بودم این کار رو نمیتونستم بکنم. دلسوزی در دل من هست وقتی میام اینم تو کلیسا یه جای خالی هست میستم. حالا هزار نفرم به من زنگ بزنن بگن ای هنوز داری میری اون کلیسا؟ هنوز تو اونجا هستی؟ بابا این کشیشتون سیاسیه. میگم نه، من ایمان دارم به خداوندم عیسی مسیح، به رویایی که به کشیش رسول داده و من اینجا میستم، چون این رو از خدا گرفتم، نه از خود کشیش رسولم، نه از خادمی. گفتم لبیک، مرا بفرست. گفت برو و به این قوم بگو البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید. و چه بکن؟ اینو درک نمی کنید، یعنی در این موقعیت نیست که اینو درک کنید. الان ما می باید این نظام میشنون، میبینن کار خدا رو، درک نمی کنن، درک نمی کنن. خیلی هم زده ما میشن، خیلی هم بر علیه ما میشن. ما کارمون ادامه میدیم. خداوند همیشه به من میگه تو راه تو ادامه بده، با هیچ کس نجنگ و من برای تو میجنگم، من برای کلی خودم میجنگم. میدونم بی خودی آمریکا نیومدم، خدا من آورده در کنار همسری که سالهاست تحمل میکنه درد و رنجی که در این خدمت هست و این قوت که خدا بهش داده و خادمینی که کنار من هستن. من ایمان دارم کجا ایستادم و ایمان دارم که با چشمانمون سرنگونی این نظام رو خواهیم دید. ایمان دارم که بنای کلیساها رو خواهیم دید، نجات مردم رو خواهیم دید، توی خیابونها پرستش مردم رو خواهیم دید و خواهیم شنید. ناامید هرگز نمیشیم چون خدا رو ملاقات کردیم، قدوسیت او رو دیدیم. بله. این قوم را فربه ساز و گوشهای ایشان را سنگین نما و چشمان ایشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند. در از خداوند از صندلی اونها با خبر بود. من این بازم این صدایی نمیاد. مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نمودند پایابند. پس من گفتم ای خداوند تا تا وقتی که شهرها ویران گشته غیر مسکون باشد و خانه ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران شود و خداوند مردمان را دور کند و در میان زمین خرابی های بسیار شود، اما باز عشقی در آن خواهد بود و آن نیز بار دیگر تلف خواهد گردید، مثل درخت بلوط و چنار که چون قطع می شود کنده آنها باقی می ماند، همچنان ذریت مقدس کنده آن خواهد بود. آمین. هرچند الان ما داریم اعلام میکنیم، ما خدای حقیقی یهوه رو اعلام میکنیم، ما خبر خوش نجات رو اعلام میکنیم، چه بسا الان خیلی ها دلشون سنگ هست و هنوز ادامه میدن. اعلام میکنیم بریز تو خیابونها بر علیه این ظلمت، اعلام میکنیم کلیساها، کشیشها، خادمین دعای سرنگونی بکنید. نمیگن، اما روزگاری خواهد شد
هرچند خیلی ها تلف میشن متاسفانه به خاطر اینکه نمیخوان مطیعان قدوسیت خدا باشن، در مسیر درست باشن، اما خداوند اعلام میکنه هرگز ایران نابود نخواهد شد. خداوند نگاهش به کشور عزیز ما ایران هست و اگر امروز این عشق از ملاقات با خدا برای ما ایجاد شده، مطمئن باشیم هیچ صدایی نمیتونه ما رو ساکت کنه، هیچ موقعیتی نمیتونه. شاعر نیز اعلام میکنه: در نهاد شهرت و دنیا پرستی بودم بس، در تمام زندگی رقص و مستی بودم و بس، حاصل لطفی که دنیا در عوض دادش به من، مهنت و در مهنت و درماندگی و بیم و هستی بود و بس. اگر ما غافل بشیم از ملاقات با خدا، مطمئن باشیم که توی دنیا مانند خیلیا که دلخوش فقط مسائل روز هستند پیش خواهیم رفت و نمیتونیم توی اون جایگاه درستی بیستیم و فکر میکنیم با اطلاعاتی که دنیای سیاسی به ما میده، اخباری که دنیا به ما میده، تجربیات دنیاوی، ما میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. هرگز هرگز این گونه نخواهد. این باز نیست، بازی هایی هستش که شیطان برای مردم جهان ایجاد میکنه. دو هفته خیابون ها تظاهرات میشه، ما میبینیم اپوزیسیون میپرن بالا پایین، تازه کلیسه ها و کشیش هایی هم هستن در این رابطه میگن ای خدا رو شکر داره یه خبرایی میشه، ما چه کار میکنیم؟ بازم به دعاهامون ادامه میدیم برای کشور عزیزمون ایران، برای نجات ایران، برای نجات ایران. نمیخوایم بگیم چه حکومتی میخواد بیاد، نه، ما میسپاریم رو به دست خداوند و بعد دست مردم. برای نجات ایران چه اتفاقی خواهد افتاد، ما برای اون اندیشه خواهیم کرد. پس خواهش میکنم شما عزیزانی که با کلیسای پرستان مسیح هستید، کنار من ایستادید، دلیرانه بیستید، برای آزادی ایران دعا کنید. ایران کشور ماست، اون مردم مردم دردمندی هستن، توی خیابون بچه‌هایی دارن بدون خوراک میخوابن، همه ما میدونیم که چه فسادی ایران رو در بر گرفته. ما نمیتونیم با طریقهای انسانی، امروز یه رهبر میگه اینو میگویم، فردا میگن این خودش جاسوسه. دارید میبینید این بازی ها رو دیگه، دارید میبینید شیطان داره چه کار میکنه. اما ما هستیم که اگر بایستیم در دعا، مطمئن هستیم که باعث سرنگونی نظام اسلامی خواهیم شد و ایمان داریم که کشور خوب و آزادی رو در ایران خواهیم داشت که به فیض اون بتونیم به جایگاه درست برسیم، نه با حرف و حدیث آنانی که هنوز از قدوسیت خدا آگاه نیستن، هنوز الله پرست هستن، هنوز یهوه رو نمیشناسن. معلمی رو میکنه به شاگردش، میگه آرزوی تو چیه؟ اصغر میگه آرزوی من این هست خیلی ثروتمند بشم، پولدار بشم، ازدواج کنم، بعد هر چی زنم میخواد براش بخرم، این مسافرت اون مسافرت همه جا ببرمش، آرزوی اونم من برآورده بکنم. بعد رو میکنه به همکلاسیش، بغلیش، اسمش رضا بوده، میگه رضا جان تو آرزو چیه؟ میگه آرزو من اینه که با اصغر ازدواج کنم. هی میان برای ما دیکته میکنن، ما ایرانو اینجوری میکنیم، ایرانو اونجوری میکنیم. آقا ول کن، امروز یک قده بزرگ سرطانی توی ایران هست، خدای دروغین رو معرفی کرده و در این ایامی که داریم میریم جلو، ایامی هستش که به اصطلاح محرم، ببینید چقدر دوباره اینها بت پرستی میکنن و باعث بی برکتی خواهند شد در کشور عزیزمون ایران. ما باید برای ایران بایستیم. باد شایع اعلام میکنه: خود گناهکاری، ما از دنیا شکایت میکنیم، غافل از خود دیگری را هم قضاوت میکنیم. ما را قضاوت میکنن، ما را تو قضاوت قرار میدن، سیاسی هستیم، اما میخوایم سیاسی باشیم، اما دلسوز مردمان عزیزمون توی ایران باشیم. خود گناهکارند و از دنیا شکایت میکنن، غافل از خود دیگری را هم قضاوت می کنن. کودکی جان می دهد از درد و فقر و ما هنوز چشم می بندیم و هر شب خواب راحت می کنیم. من ایمان نیاوردم به مسیح که فقط به فکر زندگی خودم، کلیسای چند نفره خودم باشم. ما ایمان به مسیح آوردیم که به فیض خداوند به فکر مردم ایرانمون، حداقل به فکر مردم ایران باشیم، مانند خدا بنگریم. آمین. بریم با هم دیگه آیه آخر که آیه ثابتمون هست رو بشنویم، اول پتروس 1:16-17. زیرا مکتوب است
مقدس باشید زیرا که من قدوسم. مقدس باشید چون خدا قدوسه. مواظب زندگی خودمون باشید. من البته امروز دو بخشی رو بر طولانی شد، این مقدمه از این درس هست، ادامهش برای هفته دیگه خواهد بود. این بشور با شما باشه لطفا بفرمید. چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی بر حسب اعمال هر کس داوری مینماید، پس هنگام قربت خود را با ترس صرف نمایید.